من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا من دار مقابله خرج کردن ربا هست. از اینجا مسائل ربا آغاز میشه و زجر هست بر رباخار. شما خرج میکنی مالت کم میشه، رباخار اونم خرج میکنه که مالش چی بشه؟ اضافه بشه. 100 میلیون وام میده تا 120 بگیره، 100 میلیون وام میده تا 120 بگیره. اما کسی هست که 20 میلیون ریش را خرج میکند 10 برابر 200 میگیره. الان به ظاهر اینه که خرج کردن مال را کم میکند و ربا مال را چی میکند؟ اضافه میکند. ولی الله تعالی یک مقایسه میفرماید و بعدا میفرماید نه، برعکس است. خرج کردن مال را اضافه میکند، ربا مال را از بین میبرد. الله میفرماید الذين ياكلون الربا، کسانی که ربا میخورند، لا يقومون، بلند نمیشند، بنویسیم من قبورهم، از قبرها بلند نمیشند، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، مگر مثل اون انسانی که يقوم الذي بلند میشه، يتخبطه الشيطان، شیطان او را زده، شیطان او را دیوانه کرده. ببین بعضی مردم شیطان زدگی یا جن زدگی دارند، بلند میشه میفته، بلند میشه میفته. این مریضی را میگه مریضی صرع، به سرش میزند. به هر حال یا جن زدگی، شیطان زدگی، جنون، دیوانگی. بله، یتخبطه الشیطان من المس، من المس یعنی مس شیطانی. چونکه عرض کنم کسی مریضی داشته باشد، بیماری داشته باشد و بعدا جنات و شیاطین هم اونجا چیکار بکنند، این نکته را هم عرض کنم که بیشتر جنات و شیاطین بر اون بدنی مسلط میشن که اون بدن از قبل آمادگی داشته باشد. این الان موضوع جداگانه از این است، زیاد باز نمی کنم اینجا، انشاءالله بحث دیگری باشد. ولی بیشتر انسان آمادگی داشته باشد. در احادیث می آید که شیاطین به خرابه ها می روند، جاهای آباد نمی آیند، جاهایی که به هر حال پاک هست و تمیز هست و مردم زندگی می کنند نمی روند، جاهایی که نجاست هست و خراب هست و تعفن هست و بو هست اونجا می روند، جایشون اونجا است. لذا در بدن انسان، بدنی که صحیح هست، سالم هست، همیشه با یاد خدا هست، این بدن شیاطین نمی آیند. بیشتر جاهایی میرم که اون بدن از قبل مریض هست، مریضی های قلبی، معده، زخم های درونی و در حال یک نوع تعفنی که در وجود انسان ایجاد میشه اونجا میره جا خوش میکند. خب این انسان وقتی که بر او شیطان مسلط شده، دیوانه شده، این بلند میشه میفته، بلند میشه میفته. الله تعالی میفرماید رباخار وقتی که از قبر بلند بشه،
همونطور دیوانه هست، این طرف میخوره، اون طرف میفته، اون طرف میفته، سرش به زمین میخورد و تعادل ندارد. الله میفرماید بلند نمیشند از قبورشان الا کما یقوم الذی، مگر مثل کسی که بلند میشه، یتخبطه الشیطان من المس، دیوانه کرده اون را شیطان، کل مسروع المبهوت، اونی که سرع دارد و مبهوت است، این طرف اون طرف می افته. بله، من المس، از مس شیطانی. خب این آیا واقعیتی است یا تمثیلی است؟ علامه آلوسی نمیشته ولعل الله تعالی جعل ذلك علامتا له، شاید خداوند علامت رباخار همین چیز را قرار داده که از قبر بلند میشه، دیوانوار هست، میخوره به زمین، دوباره راست میشه. یعرف بها یوم الجمع الاعظم، به وسیله همین علامت شناخته میشه در روز جمع اعظم، عقوبت له، که چی هست؟ عقوبتش هست. چنانچه ببین کسی که کار خیر میکند هم علامتی دارد، کما جعل لبعض المطیعین امارتن، چنانچه به بعضی از مطیعین خداوند هم یک علامتی میده، یک علامت، یک نوری داره، یک درخشندگی داره که علامتش است. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که امت مرا در میان همه خلائق میشناسم روز قیامت که غرن محجلین هستند. غرن محجلین به چی معنا؟ یعنی اعضای وضو، دستها و پاها و چهره، قرص چهره، اینها می درخشه، یک نوری دارند، بقیه مردم، بقیه امتها ندارن. خب ببین این الان علامت خیری برای مطیعین هست یا نیست؟ همانطوری که مطیعین، کما جعل لبعض المطیعین امارتا، علامتی گذاشت برای رباخار که یکی از مجرمین هست، این علامت را گذاشته خدا که تلیق بهی، برای بعضی از مطیعین امارتی گذاشته که لایق او هست، یعرف بها کرامت الله، شناخته میشه و این کرامت اون مطیع هست، یعرف به کرامت الله. بله، پس این علامت چی هست؟ رباخار است، روح المانی. وقالوا كلهم، عبارت قرطبی خلاصه است، وقالوا كلهم يبعث كالمجنون، این که از قبر بلند میشه مثل چی هست؟ مجنون هست. عقوبتا له و تمقیتا عنه، وقتی که بلند میشه مثل دیوانه هست، این عذابش هست، اولین عذابش همینه، و تمقیتا عنه یا علیه باشد، که مقت و خشم خدا بر او هست. ها، و تمقیتا عنه جمیع اهل المحشر، تمام اهل محشر بر او چی هست؟ خشم و مقت دارد، نگرانی دارد. بهرحال الله می فرماید که این کسی که رباخار است از قبر به این صورت بلند میشه. خب چرا؟ علتش چیه؟ ذالک بانهم، این عذاب، ذالک یعنی العذاب، این عذاب بانهم با سببی است، به سبب اینکه قالوا انما البيع مثل الربا، اونها می گفتم بیع مثل رباست. چه فرقی بین بیع و رباست؟ شما این کالا رو گرفتی به 1000 تومان، می فروشی به 1500 تومان، سود نمی بری؟ اونم میگه من پولم را وام میدم به 1000 تومان، میگیرم 1500 تومان. و چه مبالغه، نمیگه ربا مثل بیع هست، میگه بیع مثل رباست، یعنی ربا اصل است، در حالی که الله میفرماید نه، تفاوت دارن. تفاوتش چیه؟ مردم هم همینه میگن، میگه مگه مثل هم نیستن؟ ماشین میگیریم 10 میلیون 12 میلیون میدیم، خب وام بدیم 10 میلیون 12 بگیریم. الله میفرماید و احل الله البيع و حرم الربا، البته این رد حاکمانه هست، رد حکیمانه هم میاد، و احل الله البيع، در حالی که الله بیع را حلال کرده، و حرم الربا، ربا را حرام قرار داده،
فمن جاءه موعظة من ربه، هر کسی که موعظه آمد پیش آن از جانب رب، یعنی پند خدا، موعظه خدا را وقتی شنید، فانتها، پس باز آمد، فله ما سلف، برای اوست آنچه که گذشته، بر گذشتهش صلوات، اما در آینده نگیرد، فله ما سلف، ای لا یؤاخذ علی. بعد از این که حرمت آمد، الان کسی عمل می کند، خب در گذشته ربا گرفته چیکار بکند؟ فله ما سلف، برای او هست آنچه که در گذشته گرفت. ببینید در گذشته اگر کسی معامله کرده در زمان قبل از حرمت، خب مال ربوی سود برده، از مال ربوی مثلا 10,000 درهم اضافی گرفته، اکنون که حرمت آمد اونها را برگرداند، نخیر، فله ما سلف، این قبل از حرمت است. و امره الی الله، امرش به خداست، خداوند با او معامله می فرماید. اما و من عاد، هر کسی دوباره عود بکنه بعد از حرمت، دوباره عود بکند، دوباره ربار ادامه بده، فاولائک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل نار هستند، اهل جهنم هستند، هم فیها خالدون، آنها در آن جهنم خالدون هستند، همیشه هستند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، الله عز و جل محو می فرماید، از بین می برد ربا را. یمحق الله یعنی چی؟ یذهب ببرکته، خدا هم برکتش را از بین می برد. و یهلک المال، مال را هم هلاک می کند. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، اما صدقات را رشد می دهد، صدقات را چی؟ رشد می دهد، واقعا ربا مال را می برد. این نکته هست که در دنیا هر کس از شماها حتی مجاهداتی دارید، تجربیاتی دارید، افرادی را می شناسید که خداوند با ربا اونها را چی کرده؟ ریشه شون را زده، هیچ چیزی برایشون باقی نمانده. بسیاری از گناهان هستند که اونها جزایشون برای آخرت مونده، من جمله ربا، اما نتیجه ربا و اثرات ربا، اینجا خدا اشاره کرده در دنیا هم انسان میبیند، در دنیا رباخار به جایی نمیرسد. کسی بود خدمت حضرت مولانا آمده بود و وامی گرفته بود از بانک ها، وام ربوی، خیلی سرمایه داشت، پروژه های بسیار بسیار بزرگ. بعدا مولانا فرمود که شما چه نیازی داشتی؟ شما چرا وام گرفتید؟ گفت که من اون زمان یک مقداری کسانی که سرمایه داشتن بیشتر به هر حال از سوی کمیته های مختلف زیر ذره‌می بودند و اذیتشون میکردن. گفت من هیچ نیازی به این وام ندارم، ولی صرفا گرفتم که فردا اگر کسی پرسید که شما این کارخانه را از کجا زدی، این پروژه را از کجا اجرا کردی، بگم از بانک وام گرفتم، در حالی که این مالی که این وامی که من از بانک گرفتم یک دهم مال من هم نمیشه. ولی آخر دیدیم که همون انسان چنان فقیر شد و چنان درمانده شد، یک زمانی همون زمانی که مردم چیزی نداشتن اون سرمایه‌اش میلیاردی بود، یک زمانی دیگه من یادم هست که کسی برای 40 میلیون تومان که از او مام میخواست نداشت، آمد پیش مولانا التماس کرد که به فلان بگو به من مهلت بده. یعنی خداوند عزوجل همه مالش را برد. لذا ربا را خدای تعالی نمیگذارد، اما صدقات رشد میده. هر کسی که صدقه داده در راه الله، روز بروز صدقهش بیشتر میشه. والله لا يحب كل كفار اثيم، الله دوست ندارد هر انسان کفار را، انسان ناسپاس، گناهکار. اینقدر خدا مال حلال و راه حلال درست کرده، فقط همین مال حرام و راه حرام را بلد هستی، این ناسپاسی است، ناشاکری است. و امروز هم خدمت شما عرض کنم که
خیلی راه های ربا الان سرمایداران نه همین فقرا دنبال موام های ربوی افتادن. یک سری حیله هایی هست، حیله های بنی اسرائیلی درست میشه، درست میکنند وام، میگه درصدش خیلی کم هست، یا درصد کم باشه ربا کم باشه زیاد باشه ربا هست، به نام کارمزد که میگوین حقیقتا کارمزد نیست. تا حالا هیچ دارالفتای از این دیار فتوا نداده، یا اینکه به هر حال یک سری حیله های دیگری، پول های ترا مدتی بگذار بعد وام بلا عوض بهت میدیم. خب همین که پول های ترا مدتی میگذاری سود پول را دیگه، یک سال پولت اونجا هست، سود پولت را میسنجد بر اساس همون سود بهت وام میده. لذا حتی متاسفانه بعضی از اهل علم به طرف این نوع بانک ها مراجعه میکنند. کسی بعضی وقتا جوان ها میگن خب ما اگر وام نگیریم نمیتونیم ازدواج بکنیم، مجبوریم، یا بعضی میگن نمیتونیم به مسکن برسیم، باید وام بگیریم. ولی این آیات را انسان نگاه بکند واقعا تکان میده. هنوز جلوتر میاد الله تعالی اعلام جنگ میکند با ربا خار. لذا هر وضعیتی هست، هر شرایط فقری هست، انسان باید از راه حرام وارد نشه. الله می فرماید ان الذين امنوا، بدون شک کسانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام دادند، و اقاموا الصلاة، نماز را برپا داشتند، و آتوا الزکات، زکات دادند، یعنی هم ایمانشون خوب هم اعمالشون خوب، اعمال هم جانی هم مالی، لهم اجرهم عند ربهم، نتیجه و ثمره اول برایشان اجر و پاداششان هست نزد ربشان، ولا خوف علیهم، هیچ خوفی بر آنها نیست، هیچ خطری آنها را تهدید نمی کند، ولا هم یحزنون، و آنها غمگین نیستند به فراق دنیا وقتی که در آخرت بروند، اونها پریشان نمی شوند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا. الله می فرماید ای مؤمنین اتقوا الله، از الله بترسید، اتقوا الله. اگر این نکته در دل همه مؤمنین بود مشکلات حل می شد. اصل اتقوا الله است، اتقوا الله، از الله بترسید، و ذروا ما بقی من الربا، بگذارید آنچه که باقی مانده از ربا، این کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. این مقتضی ترک است، ایمان می طلبت و تقاضا می کند که شما ربا را ترک بکن. اگر این کار را نکردی پس به جنگ خدا آماده باش. ببینید دو گروه بودند در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که اینها قبل از تحریم ربا معامله ربوی انجام داده بودند. قبل از تحریم ربا چیکار کرده بودند؟ معامله ربوی انجام داده بودند. خب الان حرمت آمد، حرمت که آمد باید همون پولش را، رأس المالش را بگیرد، بیشتر نگیرد. خب اینها رفتند تقاضا کردن که ربای مال ما را هم بده، اونا گفتن ربا حرام شده. اینها استدلال گرفتن، اینها نمیدونستن، واقعا صحابه بودن نمیدونستن. اینها استدلال گرفتن گفتن که نه، خداوند الان آیش را خواندیم که هر کسی که قبلا گرفته فله ما سلف، گذشته مال او. خب در حالی که اون مفهوم آیه این بود که اگر قبلا خوردی ربا را گرفتی و خوردی و رفته، الان بر نگردان، الان که حرمت آمده بر نگردان. اما معامله اینا فرق میکرد، اینا هنوز دین خودشون را نگرفته بودن، الان که دین را بگیرند ربا را هم باید بگیرند. اینا فکر میکردن چون این معامله قبلا انجام گرفته این ربا را بگیریم، از این به بعد نکنیم. الله فرمود نه، ذرو ما بقیه من الربا، ما بقیه پس این است، ذرو ما بقیه، الان رأس المالت را گرفتی، ما بقیه را ترک کن، ما بقیه را نگیر اگر مؤمن هستی، اگر ایمان داری، اگر نه
میخواهی که رباش را هم بگیری، پس به جنگ خدا آماده باش. این صحابه توبه کردن، گفتن ما نمیخواهیم ربا را و ما توان جنگ نداریم. الله میفرماید فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر شما انجام نمیدهید، این کار را نمیکنید، فَأْذَنُوا، فَأْذَنُوا یعنی اعلامتان باد، فَعْلَمُوا وَأَيْقَنُوا یقین کنید، فَأْذَنُوا شما را اعلام باد به حرب من الله و رسوله، به جنگی که از جانب الله و رسولش هست، برای جنگ خدا و رسول آماده بشید. معنیش چیه؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، اگر شما آنچه که خدا دستور داده انجام ندهید، من الاتقاء و ترک البقایا، تقوا را پیش نگیرید و بقایا را ترک نکنید، ربا را ترک نکنید، اما مع انکار حرمتی. ببین دو صورت انسان، یکی اینکه حرمت را انکار میگن، نخیر ربا حرام نیست، خیلی ها هستن همینه میگن، خب این کفر است، اما مع انکار حرمتی، یا اینکه میگه حرامه ولی من میکنم، این فسق است، اما مع انکار حرمته و اما مع الاعتراف، اعتراف دارد به حرمتش، اما باز هم انجام میده. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، پس آماده جنگ خدا و رسول باش، و هو الحرب، و هو حرب المرتدین، این جنگ با مرتدین است، علی الاول، در صورت اول. صورت اول کدوم بود؟ انکار، هو كحرب المرتدين على الاول وكحرب البغاة على الثاني. سوره دوم که میگه حرامش میدونم، ولی این مثل باغی هست دیگه، باغی کسی که بر علیه حکومت باغی و یاغی میشه، حکومت با او میجنگد، حکومت دینی اسلامی، روح المعانی قرطبی. لذا الله میفرماید که اگر شما باز نمیایید آماده باشید. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اگر توبه بکنید، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، برای شما است رأس المال شما، لا تَظْلِمُونَ، شما هم ظلم نمی کنید، به اخذ ربا بنویسید، ولا تُظْلَمُونَ، بر شما هم ظلم نمیشه، ظلم کرده نمیشوید. ظلم بکنی اینه که از طرف ربا بگیری، اضافه بگیری از آنچه که وامش دادی. بر شما ظلم بشه اینه که به شما بگن رأس المال شما هم به شما تعلق نمیگیره، چون معامله ربوی بوده، هیچی به شما تعلق نمیگیره. الله میفرما نه، نه ظلم کن نه مظلوم باش، همون حق چی که حقت هست، 10,000 درهم دادی، 10,000 درهم بگیر. لا تظلمون، ای لا تظلمون غرماءکم با اخذ زیاده، از وامدارتون بیشتر نگیر، ظلم نکن. ولا تظلمون، شما هم ظلم نمیشید، انتم من قبلهم، از قبل غلما، از جانب غلما، بالنقص من رأس المال، از رأس المال کمتر نمیگیری، اینطور نیست. روح المعانی، لا تظلمون غرماءکم باخذ الزیاده، ولا تظلمون انتم من قبلهم بالنقص من رأس المال. روح المعانی، الله می فرماید و این کان ذو عسره، خب اگر اون طرف ما ذو عسره هست، تنگ دست هست، وام گرفتیم ازش ربا نمیگیریم، ولی تنگ دست است، چیکار بکنیم که پولمون را دریافت بکنیم؟ الله می فرماید فناظرتون الی میسره، مهلت بدهید تا زمان یسر، تا به توانگری برسد، مهلتش بدید تا به توانگری برسد. اما اگر همین پولی که میخوایی میبینی نمیتونه بده، و ان تصدقوا خیر لکم، این که صدقهش بکنی، همهش را یا بعضش را صدقه بکنید، این بهتر است برای شما، این بهتر است. البته اون صورت هم صورت صدقه است، در حدیث آمده که هر چی که مهلتش میدی همون اندازه برای شما صدقه حساب میشه. اما صدقه بکنی خیر لکم، بهتر است، این کنتم تعلمون، اگر شما بدانید، ای حیث تصابون علیه،
شما بر این چی ثواب داده میشوید. واتقوا یوما، باز هم دعوت به تقوا، تخویف اخروی هست، دعوت به تقوا. اصل تقوا اگر باشد، انسان در همه معاملات صداقت نشان میدهد. نات بفرمایید که بعضی میگویند این آیه آخرین آیه ای هست که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد، آیه دعوت به تقوا. یعنی اولین آیه اقرأ بسم ربک الذی، آیه ای هست که در اون بیان علم هست، دانش هست، علم بیاموز، قرآن یاد بگیر. و آخرین آیه واتقو، از خدا بترس. از قرآن هم ما باید همین درس را بگیریم. در صفحه هست در قرآن که بحث تقوا نباشد؟ نیست. هر جا بحث تقوا، بعضی صفحات 4-5 تذکر برای تقوا. لذا الله می فرماید واتقو یوما، بترسید از آن روزی که ترجعون فیه الی الله، برگردانده می شوید در آن روز به طرف الله، به سوی الله. همه شما را می برن به محضر الله، قائم می شید، می ایستید. ثم توفا کل نفس ما کسبت، سپس کامل داده می شه، پاداش کامل داده می شه هر نفسی آنچه که کسب کرده، هر چی که در دنیا عمل کرده. و هم لا یظلمون، آنها ظلم نمی شوند، بر آنها ذره ظلم انجام نمی گیرد. خب پس تقوا اگر باشد، انشاءالله دنیای انسان هم درست شده، آخرت انسان هم درست شده. در دنیا هم و من یتقی الله یجعل له من امری یسرا، کارش آسان میشه. و من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، از مشکلات بیرون میاد، رزق و روزی فراوان میشه. الله عز و جل به همه تقوا عنایت بفرماید. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، اگر از این درس که بار بار دعوت به تقوا هست، ما همین یک تقوا را برای خودمون داشته باشیم، بگیریم، از گناهان، از معاصی خودمون را حفاظت بکنیم، واقعا بزرگترین حظ و بهره را بردیم. یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، الله تعالی اینجا امور انتظامیه دیگری بیان می فرماید. یکی از امور انتظامیه این هست که انسان وقتی که معامله می کنه، بالخصوص معامله ای که معامله وامی هست، الله تعالی می فرماید فکتبوه، بنویسید. البته این امر امر وجوبی نیست، امر استحبابی هست. بهتر است که بنویسد انسان. خیلی ها هستن که در معاملات گاهی دوچار مشکل میشن، الان دو طرف میان، دو طرف بیادشون نیست، حافظهشون یاری نمی کنند. امروزه حافظه ها خیلی ضعیف است. لذا الله می فرماید بنویسید. این دستوری که خدا میده در این حکمت ها هست، خیلی نکات مفید تو این هست. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذا تداینتم بدین، وقتی که شما با هم دیگر معامله می کنید، تداین یعنی هم دیگر را وام دادن، تداین یعنی چه؟ هم دیگر را وام دادن، بدین بدینی الى اجل مسمى، تا یک مدت معینی، فکتبوه، بنویسید. ببینید اینجا من چهار صورت خدمت شما عرض می کنم از معامله. یکی معامله عین به عین، یکی عین به عین، به شما پول میدهم، از شما کتاب میگیرم، شما پول میدهم، از شما نیازم را نقدن دریافت میکنم. پس مبی هم نقد هست و کالا هم نقد است. این را بعدا قرآن میگه که اینجا نوشتن لازم نیست. دومی صورت دین به دین، دین به دین، یعنی شما میخواید چیزی بخرید از آقا، ماشین میخواید بگیرید،
نه پولتون آماده هست نه ماشین اون آماده هست. پول را بعد از 3 ماه میدم، اون میگه ماشین را بعد از 4 ماه میدم. ماشین تازه بناست از کارخانه بیاد. پس این معامله معامله فاسدی هست، یعنی از دو طرف نه مبیع باشد و نه سمن باشد، دین به دین. الان دو نفر با هم معامله میکنند، میگه فلان چیز را فلان وقت تحویل میدم، پول را هم فلان وقت، هر دو وقتی که دین باشه معامله فاسد میشه. سوم، دین به عین. عین را ازش میگیری، الان ماشین را الان بهت میده ولی 4 ماه دیگه پولش را میده. خب این معامله جایز هست، این را قرآن میفرمه بنویسید. و چهارم عرض کنم که عین به دین یعنی چی؟ یعنی شما سمن را الان میدی ولی مبی حاضر نیست، جنس حاضر نیست، اون 3 ماه دیگه به شما میده. این را در اصطلاح شریعت میگن سلم. شما الان پول میدید، 1 تن گندم یا 1 تن برنج به شما 3 برج دیگه تحویل داده میشه. خب این هم بنویسید. لذا اینها صورت هایی که نوشتن لازم هست. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا تداینتم، وقتی که شما با هم معامله وامی میکنید، بدین با دین با وامی، الى اجل مسمى، تا یک مدت معینی، فاکتبوه، بنویسید آن را. اگر خودتون نوشتن بلد نبودید، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، کاتبی بین شما بنویسه بالعدل، به عدل، کاتبم عدالت داشته باشد، نه بیشتر بنویسد در دین و نه در عین. ولا یأب کاتب، کسی که خدا بهش سواد داده اون دیگه مغرور نباشد، به اون میگم بیا بنویس، میگه نه من نمینویسم. ولا یأب کاتب ان یکتب، انکار نکند کاتب از اینکه بنویسد، کما علمه الله، کما این تعلیلی است، لما علمه الله، به دلیل اینکه خدا او را آموزش داده، یاد داده، به دلیل اینکه الله او را داده یا نشان داده، لذا او انکار نکنه. فل یکتب، باید بنویسد، ولو بالاجره، گرچه نوشتن با اجرت باشد. خیلی هستن شغلشون فقط منشیگری هست، منویسند و اجرت خودشون را میگیرند. والیوم للذی علیه الحق، املا چه کسی بکنه؟ یکی املا میکنه که منویسه، چه بنویسم؟ املا باید کسی بکند که بر او حق است. مثلا الان ماشین گرفته، بنا هست که 2 ماه دیگه 10 میلیون تومان بده، لذا بگه بنویس که این جانب فلان در فلان تاریخ این مبلغ را پرداخت خواهم کرد. والیوم للذی علیه الحق ولیتق الله ربه، اینجا هم تقوا لازم است، بیشتر تقوا در معاملات لازم است، تنها تو مسجد لازم نیست. ولیتق الله ربه، باید از الله، اللهی که ربش هست، بترسد. ولا یبخس منه شیئا، ولا یبخس منه شیئا، کم نکند از اون چیزی، یعنی کسی که میگوید همون چیزی که لازم هست همون بنویسد، کمتر ننویسد. بعضی مردم هستن امروزه که معاملات بسیار پیاپی هستند، جنس میبره، جنس میگیره، همش تحویل میگیره. خب یکی مینویسه، راحت میتونه خیانت بکنه، 10 را 12 بنویسه یا 10 را 8 بنویسه، هرچی که بنفش هست. لذا اگر تقوا نباشد، گاهی انسان ها پی میبرند که فلان همش خیانت میکرده، همش فریب میداده. لذا الله میفرماید که ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا، کم نکند از آن چیزی. فإن کان الذی علیه الحق، اگر هست اون کسی که بر او حق است، سفیها، سفیه است، نمیداند، یعنی عقل و خرد اصلا معامله ندارد، او ضعیفا، یا ضعیف است، پیر و ناتوان است، او لا یستطیع ان یمل،
یا نمیتواند املا بکنه، اصلا تعبیر بلد نیست، چه بگم؟ نمیتواند تعبیر بکند، املا بکند. الله میفرمه فلیملل، پس املا کند ولیه، ولیش بالعدل، هم عدالت را در نظر بگیرد. خب اون دیوانه ای هست، مجنونی هست، یا خیلی پیر هست، لذا ولیش، برادرش، فرزندش، پدرش، اون بیاد بگه که اینطور بنویس. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، ببینید هم اینجا چند تا حکم خدا بیان میفرماید. حکم اول هست که فکتبو، بنویسید. حکم دوم ولا یأب کاتب، کاتبم ابا نکند، انکار نکند. حکم سوم والیوم لل، املا. و این حکم چهارم هست، شما که املا میکنید مینویسید، دو تا گواه هم بگیرید، دو تا گواه هم بگیرید. واستشهدوا شهیدین من رجالکم، گواه بگیرید دو گواه از مردانتان، دو گواه مرد باشد. فإن لم يكونا رجلين، اگر دو مرد نبودند، فرجل، یک مرد و امرأتان، دو زن. اما ممن ترضون من الشهداء، چه مرد چه زن، از آنهایی که میپسندید از گواهان، یعنی چه میپسندید؟ یکی اینکه دین و امانتشون خوب باشد، فردا دروغ نگند، و اینکه که عاقل و بالغ باشند، عاقل و بالغ و صالح. لذا دو گواه با این شرایط، یا یک گواه مرد و دو گواه زن بگیرن. مگر چرا دو تا زن؟ الله می فرماید چون نسیان در زنان غالب است. انت ظل احداهما، اینکه فراموش کند یکی از آنها، فتذکر احداهما الاخرى، مذکر بشه، یادآور بشه دیگری، اون دیگری را، اون زن را الله عز و جل طوری ظریف آفریده که برای معاملات نیست، لذا نسیان در او غالب هست، فراموشکاری در او چی هست؟ غالب هست. به این خاطر الله می فرماید یکی که فراموش میکند، دیگری یادآوری میکند. ولا یأب الشهداء اذا ما دعوا، حکم پنجم، این گواه هم انکار نکنه، فردا میگه بیا به نفع من گواهی بده، نمیاد. ولا یأب الشهداء، انکار نکنن گواهان، اذا ما دعوا، وقتی که دعوت میشوند که بیاند گواهی بدن. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، این تکمیل همون حکم اول هست که الله تعالی فرمود فکتبو، بنویسید. می فرماید ولا تسأموا، خسته نشید، یک وقتی معامله طولانی است، بحث طولانی، کلش را بنویسید، چون هر چی طولانی تر باشه نسیان اونجا بیشتر هست. ولا تسأموا، شما خسته نشید، ان تكتبوه، اینکه آن را بنویسید، صغیرن، کوچیکی باشد، او کبیرن، یا بزرگی باشد، بنویسید الى اجله، ای مع اجله، بنویسید همراه با چی؟ اجلش، که مدت این پرداخت فلان ماه است، فلان تاریخ است. ذالکم اقسط عند الله، الله می فرماید این چیز، یعنی این چیزی که شما امر شدید و دستور شدید که بنویسید، اقسط عند الله، از نظر عدالت و قسط و انصاف، انصاف بیشتری هست عند الله، و اقوام للشهاده، و از نظر شهادت هم راستر هست. فردا کسی شهادت بده، خوب یادش نیست، خطش را میبیند، امضاش را میبیند، اون وقت انسان چی میشه؟ مطمئن میشه. و ادنا الله ترتابو، این نزدیکتر است به اینکه شک نکنید. خب انسان به حافظه شک میکند، به نوشته کمتر شک میکند. الا ان تكون تجارتا حاضرتا، مگر اینکه تجارت حاضری باشد. تجارت این صورت را عرض کردم، اولین صورت چی بود؟ عین به عین، نقد به نقد. اونجا هم مردم امروز می نویسند، خوبه، خاطر اطمینان، فردا نگه که این ماشین را دزدیده، قولنامهش می کنند. ولی خب اونجا لازم نیست. الا ان تكون تجارتا، مگر اینکه باشد معامله تجارت، یعنی معامله حاضرتا نقدی، تدیرونها، یعنی دست به دست کنی بینتون، شما پول بدید، کالا را ازش
بگیرید. فلیس علیکم جناح، نیست بر شما گناهی، الله تکتبوها، این که شما بنویسید ننویسید گناهی نیست. اما اینجا مستحب بس گواه بگیرید. و اشهدو اذا تبایعتم، شما گواه بگیرید اذا تبایعتم، وقتی که با هم دیگر معامله کردید، بیع کردید. ولا یضار کاتب ولا شهید، خداوند می فرماید کاتب هم ضرر داده نشود، گواه هم ضرر داده نشود. چطور ضرر داده نشود؟ یعنی کاتب را مجبور بکنید از نزدیکان شما بیشتر بنویس، کمتر بنویس، یا گواه را بگه که فردا بیا گواهی بده به نفع من، دروغ بگو، این طور بگو، این کار را نکنید. و این تفعلو، اگر این را بکنید، فانه فسوق بكم، این فسقی هست، این خروج از طاعت الله هست نسبت به شما، این چی هست؟ فسق و خروج از طاعت الهی. و اتقوا الله، از الله بترسید. ببینید بار بار تقوا، واقعا زندگی بدون تقوا آرامش ندارد، اعتماد نیست بدون تقوا. کسی که از خدا نترسد چه اعتمادی به او هست؟ لذا الله بار بار می فرماید و اتقوا الله، بیشتر بازرگانان، تجار، کاسبان از خدا بترسند. و اتقوا الله، از الله بترسید. و یعلمکم الله، این علت ما قبل است. خدا دستور داد بنویسید، خدا دستور داد گواه بگیرید، خدا دستور داد املا کنید. و یعلمکم الله، خداوند همه چیز را به شما آموزش میده، یاد میده. والله بكل شيء عليم، نسخه تقوا. چطور تقوا حاصل میشه؟ بدار باور داشته باش الله به هر چیز عالم است، همه چیز را میداند، ثبت میکند، ضبط میکند، روز قیامت نشانت میده. لذا بترس. والله بكل شيء عليم. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، الله می فرماید ان كنتم على سفر، اگر شما بر سفر بودید، ولم تجدوا كاتبا، کاتبی نیافتید. معمولا تو سفر امکانات نوشتن قولنامه کاتب نیست، فرحان و مقبوده، گواهی هم نیست، اونجا با هم معامله می کنید. پس رهنی قبض کنید، رهنی قبض بشه، یعنی اون کسی که وام میخواد از طرف بگه که من این چیز را به دادم، الان یک رهنی به من بده، ماشینت را به دست من بده تا زمانی که وام من را ده، ساعتت را به من بده، فلان چیز ارزشمند و گرانبها را به من بده. ببین از این آیه اینطور معلوم میشه که رهن فقط مال سفر است، در حالی که فقهای بزرگوار اتفاق نظر دارن که رهن برای سفر و حضر است، رهن برای سفر و حضر است. ببین اینجا معنای رهن را هم بدونید و بعدم بدونید که آنچه که مردم منازل را به نام رهن میگیرند آیا همین رهن است یا نیست. خب اولا اتفقت الفقهاء اليوم، امروز فقها اتفاق نظر دارن على ان الرهن في السفر والحضر سواء، رهن در سفر و حضر چی هست؟ برابر هست. و فی حال وجود الكاتب و عدمه، کاتب باشد یا نباشد رهن برابر است. تفسیر کبیر، متوجه شدید؟ چه کاتب حضور داشته باشد چه نباشد، اعتماد نداری، لذا وقتی که طرف را یه وامی میدی 10 میلیون تومانی، میگه شاید فردا این وامم را نده، میگه فعلا ماشینت را بذار تو حیات من اینجا پارک بشه، این درست است، چه در سفر باشد چه در. اکنون اجازه استفاده از این مال را ندارید، این ماشین مقصودت نیست، مقصود همون جنس و کالایی هست که از او میخوایی، ماشین هدفت نیست. کسانی که میرن منزل رهن میکنه، هدفشون همین منزل است، هدفشون سکونت در منزل است، پس این رهن نشد، این رهن نیست. پول میده 30 میلیون تومان،
اون میگه 30 میلیون تومان به من بده بعدم منزلم را بهت میدم. این 30 میلیون تومان را الان به هر حال پول رهن میگویند، رهن میگویند. این در واقع از قبیل اون میره با این 30 میلیون تومان تجارت میکنه، کار میکنه برای خودش. خب پس در واقع اون 30 میلیون تومان را از شما رهن کرده، چه وام گرفته، اما در عوض منزلش را به شما داده. این از قبیل کل قرض جر نفعا فهو حرامون است. هر قرضی که نفعی به دنبال داشته باشد حرام است. من از شما قرض میگیرم، در صورتی به من قرض میده که از من منفعتی هم بگیری. چی میخوایی در عوض؟ منزلت را بده ما میشیم تا وقتی، ماشینت را بده ما سوار میشیم. پس این قرضی هست که نفع همراه داره. قرضش خوب است که هیچ نفعی برای قرض دهنده نباشد، لذا این رهن نیست شرعا. پس رهن همونی که انسان میگیرد از او حق استفاده ندارد، اجازه استفاده ندارد. لذا الله میفرماید فرهان مقبوضه، رهنی باید قبض بشه. فان امن بعضكم بعضا، اگر ایمن بود بعضی از شما بر بعضی، یعنی احساس خطر نداشت، میگفت این وامم را میده. فلیؤدی الذی اؤتمن امانته، ببینید شما آمدید باش معامله کردید، 10 میلیون تومان نقد دادید به ناس که یک ماه دیگه به شما ماشینی بده کارخانه، یا اینکه آقا یک ماه دیگه 10 تن گندم برنج به شما بده، پیش پرداخت کردید، نه رهنی ازش گرفتی، نه شاهدی، نه کاتبی، بهش اعتماد دارید. خب اینم جایزه، این هم چیه؟ عرض کردم این صورت هایی که میگه بنویسید گواه بگیرید اینا امرهای وجوبی نیستن، استحبابی هم مستحبه، ولی اگر نکردی جایزه. اکنون که جایزه، اون آقایی، اون تاجر بزرگواری که بهش اعتماد کردی، نه ازش پولی چیزی رهن گرفتی، نه چکی، نه سفتی، نه چیزی دیگر، اون دیگه خیانت نکند، اون مال را پرداخت بکنه. این را الله می فرماید فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اطمینان کرد بعضی بر بعضی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس باید ادا بکنه اون کسی که اؤْتُمِنَ امین قرار گرفته، امین قرار داده شده، اون را شما امین قرار دادید، هیچ چیکی ازش نگرفتید، رهنی نگرفتید، اون ادا بکند امانتش را. وليتق الله ربه، باز هم تقوا، از الله که ربش هست بترسد. اگر این نکته باشد همه مسائل ما حل. وليتق الله ربه، از الله که ربش هست بترسد. ولا تكتم الشهاده، این حکم هفتم هست، این فرهان مقبوضه حکم ششم شد، این حکم هفتم است. وقتی که به شاهد میگم بیاش گواهی بده، کتمان نکند. ولا تکتم الشهاده، نپوشید شما شهادت را. و من یکتمها، هر کسی که کتمان بکند، فانه آثم قلبه، به درستی که اون انسان گناهکار شد قلبش، گناهکار شد قلبش. ببینید قلب فرمانده است، فرماندهی و مرکز فرماندهی کجاست؟ قلب است. قلب وقتی که خوب باشد همه اعضا خوبند، قلب وقتی که فاسد باشد همه اعضا فاسد. قلب انسان فاسد باشد، چشم فساد می کند، گوش فساد می کند، زبان فساد می کند، دست و پا و تمام اعضا و جوارح چی؟ فساد می کند. پس گناهکار بزرگ و مجرم بزرگ کیه؟ قلب است. اینجا الله عز و جل هدف قرار داده اون قلب را. علامه آلوسی هم نوشته که لأنه اشرف الاجزاء، قلب را الله فرموده چون اشرف اجزاء هست و رئیسها، رئیس اجزاء هست. و فعله اف اعظم، کار قلب بسیار بزرگتر است من افعال سایر الجوارح، از افعال بقیه جوارح. فیکون فی الکلام تنبیه، بس در این کلام خدا تذکر و تنبیهی هست. على ان الکتمان من اعظم الذنوب، کتمان کار قلب است، نه فقط تو میدانی قلبت میدانی، این از بزرگترین گناهان است.
این گناهی هست که انسان با دست انجامش نداد، با پا انجامش نداد، با قلب انجامش داد. بس رئیس قلبه، اصل قلبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم من فرمود که الا ان فی الجسد لمضغه، در جسد انسان تکه گوشتی هست که اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله. اون خوب باشد، همه جسد خوبه، همه اعضا خوبه، همه خوب عمل می کنند. اون بد باشد، همه بد عمل می کنند. لذا الله می فرماید فانه آثم قلبه، این انسان گناهکار شد، قلبش قلبن گناهکار شد، در قلب خودش کتمان می کند واقعیت را، واقعیت را بگه تا هیچ حقی زائع نشه. والله بما تعملون علیم، الله به آنچه که شما عمل می کنید علیم هست، دانا هست. بدانید خداوند از اعمال شما، حتی از اسرار قلوب شما خبر دارد. آگاه باشید، متنبه باشید، حساب شده عمل بکنید. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا العليم الحكيم والفهم. آخرین رکوع این سوره هست، سوره مبارکه بقره. در صفحات گذشته سه بار الله تعالی مدعای سوره را که توحید هست، توحید فی العبادت هست، بیان فرمودند. یا ایها الناس اعبدوا ربکم و الهکم اله واحد و الله لا اله الا هو الحی القیوم. در پایان سوره الله تعالی دلائل را بیان می فرماید، دلائل اون توحید را، این دلیل دلیل عقلی هست. الله تعالی می فرماید لله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است. می دونید چرا ترجمه می کنم به فقط و فقط؟ معنای حصر هست، چون که لله جار و مجرور مقدم شده و تقدیم مفیده حصر هست. فقط و فقط برای الله است، نه برای غیر، نه برای کسی دیگر. ما فی السماوات و ما فی الارض، این بیان بیان تصرفات است. ما یعنی تمام تصرفاتی و تمام اختیاراتی که در آسمان ها هست و در زمین است، فقط برای الله است، مال الله است. این اختیارات زمین و آسمان، اختیار باران و بهار، اختیار رزق و روزی، اختیار فرزند دادن و اولاد دادن، در دست هیچ کسی دیگه نیست، فقط و فقط به دست الله است. و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، بیان تصرف شد، این بیان علم است، علم غیب هم دارد. دعا
دو تا ویژگی الوهیت بودن، نه؟ یکی کسی که متصرف کامل باشد و یکی عالم الغیب باشد که کسی او را فریاد میزند از احوالش خبر داشته باشد. اینجا الله تعالی میفرماید احوال ظاهری به جای خود، احوال باطنی شما را هم من خبر دارم، آنچه که در درون شما هست. و ان تبدو ما فی انفسکم، اگر شما ظاهر بکنید آنچه که در دلتان هست، در درونتان هست، در نفستان هست. تبدو بنویسی با زبان یا جوارح، اون چی که در دل انسان است با زبان انسان چی بکند؟ ظاهر بکند. یا با جوارح، کسی که در دل عقیده ای دارد با دست و پا ظاهرش میکند. ما فی انفسکم، اینجا اگر یک نکته بنویسید بعدا ما با سؤالی و با اشکال مواجه نمیشیم. ما بنویسید عقائد قلبیه اختیاریه، عقائد قلبیه اختیاریه. چه چیزی را خداوند محاسبه میکند؟ یحاسبکم به الله، نه؟ چه چیزی را خداوند محاسبه میکند؟ عقائد را، اون عقائدی که در اختیار انسان هستند، عقائد قلبیه اختیاریه. الله می فرماید و ان تبدو ما فی انفسکم، اگر اظهار کنید آنچه که در دلتان هست، او تخفوه، یا اینکه پوشیده کنید، مخفی کنید، یحاسبکم به الله، خداوند شما را محاسبه می کند. یحاسبکم به الله، خداوند شما را محاسبه می کند به آنها. می عنایت داشته باشید که این قید را چرا عرض کردم؟ چون بعضی میگویند وقتی این آیه نازل شد خداوند گفت محاسبه میکنم، صحابه ناراحت شدند، گفتن گاهی در دل چنان چیزهایی میاد که انسان اگر اظهار بکند کافر میشه نسبت به خدای عزوجل، نسبت به مسائل دیگه. شیطان وسواس میاره، نه؟ وساوس قلبی. گفت اگر برای اینها محاسبه بشه، گرفتی بشه، مؤاخذه بشه، پس خطرناک است. الله فرمود لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند شما را به اندازه وسع و توانتون مکلف کرده. پس این آیه ناسخ نیست، این آیه توضیح میده شما به اندازه وسعتون چی هستید، مکلف هستید. آنچه که در دل باشد، پس منظور از دل عقائد اختیاریه، قلبیه اختیاریه. به همین خاطر عرض کردم که یکی در دل خودش برای خدا شریکی قائل است، برای خدا همسر و همتای معتقد است، خب این خدا محاسبه میکنه. پس این مربوط به وساوس نیست. به این خاطر گفتیم ما بنویسی عقائد قلبیه اختیاری. لذا الله می فرماید و ان تبدو ما فی انفسکم، اگر اظهار کنید آن عقائدی که اختیاریه هستند و در دل شما هستند، او تخفوه، یا آن عقائد را مخفی نگاه دارید، یحاسبکم به الله، الله شما را محاسبه می کند. وقتی که محاسبه بکند، تفسیر حساب، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ، هر کسی را که الله بخواهد مغفرت می کند. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، عذاب می ده هر کسی را که الله بخواهد. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، این علت است، الله بر هر چیز قادر هست، هر چیز توانا هست. خب ببینید در این سوره مسائل زیادی آمد، بالخصوص مباحث مهم سوره در رابطه با توحید و رسالت رسول الله بود، نه؟ توحید، رسالت، قرآن، انبیاء. الله می فرماید که بشارت میده که این ایمانیات، اینها به اینها هم رسول ایمان دارد، هم مؤمنین ایمان دارند، لذا باید همه ایمان داشته باشند. الله می فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه، ایمان دارد رسول به آنچه که نازل میشه به سوی او از جانب ربش،
والمؤمنون و همچنان مؤمنان مدح اصحاب هست. مؤمنانی که با رسول هستن اونها هم ایمان دارن. خب بما انزلت اجمال است، به قرآن ایمان دارن. کل آمنا اکنون تفصیلش است، تفصیل ایمان. کل آمنا، هر کسی از اینها ایمان دارد، بالله، به الله ایمان دارد، به توحید الله ایمان دارد، و ملائکته، به ملائکه الله ایمان دارد، و کتبه، به کتابهای آسمانی ایمان دارد، و رسله، به پیامبران خدا ایمان دارد. لا نفرق بین احد من رسله. آنها میگویند که قائلین، اینجا مقدر است، ایمان دارند در حالی که میگویند قائلین لا نفرقو، در حالی که میگویند لا نفرقو بین احد من رسل، ما جدائی نمی کنیم، تفریق نمی کنیم بین هیچ یک از پیامبران، بین هیچ یک از پیامبران تفاوت قائل نیستیم. تفاوت نه از نظر درجات، این بحث را دوبار عرض کردم، نه از نظر درجات، بلکه از نظر چی؟ ایمان. به ان نؤمن لبعض و نکفر ببعض و نکفر ببعض، به این صورت که به بعضی ایمان داشته باشیم به بعضی کفر بکنیم، این فرق را ما قائل نیستیم. بل نؤمن لکلهم اجمعین، بلکه به همه ایمان داریم. مثل شما یهود نیستیم که عیسی را قبول ندارید، محمد را قبول ندارید. مثل شما مسیحیان نیستیم که محمد را قبول ندارید. ما نه، ما همه را قبول داریم. لا نفرق بین احد من رسل، ما تفریق نمی کنیم، جدائی نمی کنیم بین هیچ یک از رسول الله. و قالوا سمعنا و اطعنا، مدح اصحاب کرام، مؤمنینی که در کنار رسول الله هستند. و قالوا سمعنا، سمعنا ما شنیدیم پروردگار، ای عجبنا قولک، قولت را اجابت کردیم. قد سمع الله، دیروز خواندید، خداوند شنید، یعنی چه؟ دعای پیرزن را اجابت کرد. قد سمعنا، ای عجبنا قولک و اطعنا، مثل یهود نیستیم که میگفتن سمعنا و عصینا، بلکه اطعنا، ما اطاعت میکنیم. بله، اینجا خداوند حکایت میفرماید، حکایت میفرماید از امتثال و بجا آوری اوامر خدا از طرف اصحاب. اصحاب را، اصحاب رسول الله چه امتثالی از خود نشان دادن، چه پایبندی. می فرماید روح المانی و هو حکایت لامتثالهم، اینجا در واقع حکایتی هست از امتثال صحابه الاوامر و النواهی، اوامر خدا را و نواهی خدا را که میگه امتثال میکنیم، یعنی بجا می آوریم. اسر حکایت ایمانهم، پشت سر حکایت ایمانشان، روح المانی، یعنی اول خداوند از ایمانشان حکایت کرد، پشت سر حکایت ایمانشان امتثال میکنند که چگونه امر خدا را به سر میگذارند و عمل میکنند. و قالوا سمعنا و اطعنا، میگویم پروردگارا ما شنیدیم، اطاعت میکنیم. غفرانک ربنا، غفرانک ای اغفر لنا، ما را ببخشیا، ما مسئلتنا غفرانک، سؤال ما غفران تو است. اغفر لنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، بار الها، فقط و فقط بسوی تو هست مراجعه، رجوع ما، بازگشت ما بسوی تو هست. لا یکلف الله نفسا، این تفصیل و این تبدو هست، آن که گفتیم و این تبدو، چه ظاهر بکنی چه مخفی بکنی خدا حساب میگیرد، منظور اونی که در اختیارت هست، افعال اختیاریه، عقاید اختیاریه، نه غیر اختیاریه مثل وساوس شیطان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله مکلف نمی فرماید هیچ نفسی را مگر به اندازه توانش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای آن نفس هست آنچه که کسب کند. کسب میدونی چی را میگن؟ چیزی که با اختیار و اراده باشد. لها ما کسبت، به نفش هست هرچی که کسب میکند به اختیار و اراده خود.
و علیها مکتسبت و بر علیه آن نفس هست و بالی هست بر آن نفس، آنچه که با اراده و اختیار خودش از شر کسب می کند. ها اینها را هرچی که کسب می کند اون در اختیار خودش هست. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اینجا الله عز و جل بعضی میگن تعلیم دعا هست، ای قولو ربنا لا تؤاخذنا. در پایان سوره بعد از اینکه تمام دستورات تمام دین همین بود که در سوره بقره خواندیم، در این توحید بود، رسالت بود، قیامت بود، نماز بود، زکات بود، امور انتظامی هم مثل طلاق و عده و نکاح و امثال اینها بود، همه بود، هم عقاید بود، هم عبادات بود، هم معامله بود، هم معاشره بود. لذا بعد از این خداوند می فرماید که تسلیم رب بشید، قولوا ربنا لا تؤاخذنا. بعضی میگن نه تعلیم دعا نیست، حکایت است. قبل از این خداوند از مؤمنین یاد کرد، نه مؤمنین میگویند که سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا، هم ادامه اون حکایت است. اونها میگویند، اونها میگویند، یعنی اینکه شما بگویید ربنا لا تؤاخذنا، پروردگارا ما را مؤاخذ نفرما، این نسینا او اخطأنا، اگر ما فراموش کردیم او اخطأنا یا خطا کردیم. ببین فراموش کردن اینجا نسیان به معنی ترک فعل هست و مراد از خطا به معنی گناه هست. کسی فعلی را ترک میکند یا گناه میکنه. ای ترکنا، این نسینا، امام طحاوی نوشته در مشکل الاثار ای ترکنا، به خاطر اینکه نسیان مؤاخذه نداره. نسیان کسی که فراموش میکند، شما فراموش میکنه روزه ترا میخورید، روزش میشکنه؟ نمیشکند. نسیان چی ندارد، مؤاخذه ندارد. اینجا پس به معنی چی هست؟ به معنی ترک هست. چنانچه روح المعانی میگه المراد من الاول الترک، مراد از نسینا چی هست؟ ترک فعل. والمراد من الثانی العصیان، اخطأنا مراد گناه فعل هست. انسان چی میکند؟ گناهی انجام میدهد. لذا الله میفرماید الان ترک فعل اینه که مثلا نماز را ترک کرده، گناه اینه که، خطا اینه که کار گناهی، کار منکری را چی شده؟ مرتکب شده. الله می فرماید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگار ما را مؤاخذه نکن اگر ما ترک کردیم کاری را، عملی را، معروفی را، او اخطأنا یا اینکه گناهی کردیم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت. دعای دوم، ای خدایا بر ما بار نکن، بر ما حمل نکن مسائل شاقه، تکالیف شاقه را، همان گونه که كما حملته على الذين من قبلنا، همان گونه که بار گذاشتی بر کسانی که قبل از ما بودند، بر یهود احکام بسیار سختی داشتند، مسلمانان نسبت به اونها احکامشون سخت نیست. من جمله بعضی ها در آثار و در روایات ما هستند، بعضی ها نیستند. من جمله این هست که مثلا الان مسلمان از زکات یک چهلم فشار بر او میاد، اما اونها دستور داشتن یک چهارم مال را بدن در راه خدا، یک چهارم. ان الله قال المفسرون ان الله تعالى امرهم بالربع اموالهم في الزکات، خدا اونها را دستور داده بود که چقدر بدند؟ ربع مال بدند در زکات. مشکل بود واقعا. دیگه و من اصاب ثوبه نجاسه امر بقطعها،
کسی که لباسش نجاستی آلوده میشد دیگه این شسته نمیشد، تمیز نمیشد، باید اون را قیچی میکرد، دور مینداخت. امر به قطع. ها تفسیر کبیر. یا شما خواندید که توبه اونها قتل بود، اگه کسی مرتکب گناه کبیر میشد توبهش تنها کشتن بود، دیگه راهی نداشت. ولی خداوند چقدر بر ما لطف کرده، چقدر احسان کرده. پس ربنا ولا تحمل علینا بار اله حمل نکن بر ما اسرن باری. تکالیف شاقه، والمراد به التکالیف الشاقه روح المانی، چنان تکلیف مشکلی کما حملته، همان گونه که حمل کردی، علی الذین من قبلنا بر کسانی که قبل از ما بودند. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به بار اله ولا تحملنا بر ما نگذار، بر ما تحمیل نکن ما لا طاقت لنا به آنچه که توان نداریم به اون، نسبت به اون توانی نداریم. وعفو عنا ما را معاف بفرما، وعفو عنا متعلق به لا تؤاخذنا است، ما را مؤاخذه نکن، وعفو عنا ما را معاف کن. سه تا دعا اینجا مرتب بر ستای قبلی هست. وعفو عنا یعنی لا تؤاخذنا، وعفو عنا، واغفر لنا این متعلق به لا تحمل علینا هست، لا تحمل علینا اسرا، واغفر لنا همین طور ما را ببخش، وارحمنا بر ما رحم کن این متعلق به لا تحملنا هست، حمل بر او هست، لا تحملنا وارحمنا بر ما رحم کن. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بار اله تو مولای ما هستی و تو حامی ما هستی. ببین از اینجا معلوم میشه که مولا به معنی چی هست؟ حامیه، به معنی کارساز است، به معنی یاور هست. چون که بعد از مولا گفته فانصرنا على القوم الكافرين، ما را بر کافران یاری ده. پس خداوند مولا است به معنی چی؟ دوست نیست تنها، بلکه یاور هست، حامی هست. صدق الله خالقنا العظیم. من فیض مولانا الغفور قرآن رب العالمین جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا مبرس نور فيه السعادة واليقين.